حاتمی که کارگردان خیلی خیلی خوبیه، خیلی خوب، خیلی خوب بازی میشناسه. به قول خودش روز اول گفت که من اصلا بلد نیستم بگم که چی کار بکن، ولی بلدم بگم چی کار نکن. گفتم این یعنی کارگردانی، خیلی هم خوبه. نگرانش نباش. با هم یه فیلم رو شروع کردیم. من تقریبا 11 روز جلوتر از شروع فیلم برداری رفتم به اسلوواکی، به براتیسلاوا، که اونجا قرار بود بوسنی رو در واقع اونجا بازسازی بکنن، چون اون همزمان در موقع توی بوسنی اگر ایرونی پیدا می‌کردن چتنیکا و سربا می‌کشتنش. در براتیسلاوا مستقر شدیم. لوکیشن‌ها و اینا رو پیشاپیش من با حاتمی‌کیا می‌رفتم، ایده‌هاش رو به من منتقل می‌کرد، می‌گفت کم کمک، چون من حاتمی‌کیا با همدیگه رو قبل از شروع فیلم برداری، قبل از شروع سفر ببخشید، دو جلسه بیشتر ما ندیدیم. یک جلسه که با من حفظ فیلمنامه رو به من داد، یک جلسه که من فیلمنامه خونده رفتم پیشش، گفتم هستم، یک کمی صحبت کردیم و دو روز بعدش حاتمی که پرواز کرد و رفت به براتیسلاوا و تقریبا یک چیزی نزدیک به 25-6 روز بعد من بهش ملحق شدم و یا اون 11 روز قبل از شروع فیلم برداری مرتب من و حاتمی که با هم بودیم و تقریبا همه لوکیشن ها رو همه رو با هم دیگه چرخیدیم. تقریبا در جریان دکوپاژش قرار داد، چون میباید قبل از شروع فیلم برداری دکوپاژش رو کامل تحویل اون کمپانی اسلوواکی بده که اونا بتونن برنامه ریزی کنن. فیلم برنامه ریزی و شرایط تولیدش خارق العاده بود. یک رویه به قول حافظ احمدی که از دوستای خیلی خوب منه و تو اون فیلم عکاس بود، که الان حافظ البته الان دیگه فیلم برداره، میگفت که آتیلا قبول کن که یک رویایی رو دست جمعی با هم دیدیم، دیگه هم تکرار نمیشه. واقعا شرایط تولید فیلم آرمانی بود. تنها فیلمی بود که من غیر از بازیم به هیچ چیز دیگه نمیتونستم فکر کنم. من مسئول داشت، همه یک کسایی کارایی میکردن. فیلم برنامه ریزی شد برای 42 جلسه شوتینگ در 47 روز، درست 7 هفته، چون یک شنبه ها رو ما کار نمیکردیم. یک شنبه ها فیلم برداری تعطیل بود. روز تقریبا 8 ساعت یا ماکسیموم 9 ساعت کار میکردیم. سخت‌ترین روز فیلممون کار کردن با بچه ها رو عرشه کشی بود که تعداد زیادی بچه داشتیم که شرایط حضور کودک سر صحنه فیلم برداری اونجا شامل قوانین میشد که ما 4 ساعت بیشتر وقت نداشتیم برای اینکه با بچه ها فیلم برداری کنیم. و حتی که دکوپاژش نزدیک به 32 پلان بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. اشک هممون رو در آورد، هم شرایط فیلم برداری، هم قصه ای که اونجا داشتیم بچه ها رو از خانواده ها مثلا تو داستان فیلم جدا میکنیم و میفرستیم و برن به جای امن. اما فیلم رأس همون 7 هفته که قرار بود به پایان رسید. یک روزم یک برف خیلی سنگینی اومد که نصف روز شرایط فیلم برداریمونو به هم ریخت، ولی گرفتن به صورت برق و تمام پارک و شیربونی خونه های اطراف و اینا رو طوری از برف در نصف روب روبیدن که بقیه روز رو تونستی فیلم برداری بکنیم، انگار اصلا برفی نیومد. عالی بود، شرایط عالی بود. فیلم متاسفانه در موقع نمایشش خیلی محجور واقع شد به خاطر تمام حملاتی که پیشاپیش به حاتمی کیا شد. از تیتر نوبت عاشقی حاتمی کیا در روزنامه کیهان شروع شد، زمانی که ما اونجا بودیم فیلم برداری داشتیم می‌کردیم، هنوز فیلم به پایان نرسیده بود. روزنامه کیهان نوشت نوبت عاشقی حاتمی کیا. اون موقع نوبت عاشقی مخمل باف چیز بود دیگه، مورد مسئله بود و باهاش مشکل داشتن بعضی از دوستان. در نوبت عاشقی رو به متلک به حاتمی کیا نوشتن، چون از مضمون فیلم باخبر شده بودن که آن کارگردان ایرانی که من نقش رو بازی می‌کردم که از ایران به بوسنی رفته، به جای اینکه بره به فیلم سازی برسه و درد مسلمانان رو به تصویر بکشه و فیلم برداری بکنه، در یک موقعیت عاشقانه با یک دختر بوسنیایی قرار می‌گیره. همه اینا باعث شد که خود حوزه بعد از 2 هفته دیگه نمایش فیلم رو ادامه نده. البته ناگفته نماند که فیلم خیلی هم با استقبال تماشاگر روبرو نشد. خیلی به نظر نیامد که فیلم تماشاگر پسندی باشه. اما به نظر من قطعا یکی از بهترین کارهای حاتمی کیا است. از بابت خود فیلم و از بابت کارگردانی درخشان حاتمی کیا که پشت فیلم هستش. تهیه کننده حوزه بود. آقای تختکشی و محمد تختکشیان نماینده حوزه بود. اما فیلم رو کنترات داده بودن به یک شرکت
اتریشی که اونها در اختیار تولید یک شرکت اسلوواکی گذاشته بودن. در واقع شرکت اسلوواکی وجود نداشت، همون شرکت تولید اتریشی وگا فیلم. مصطفی رزاق کریمی هم در واقع عضو همون کمپانی اتریشی بود وگا فیلم، که مصطفی به همین علت مجری طرحمون بود در اون کار. اونها رابط بودن بین ما و یک کمپانی تولید فیلم در اسلوواکی به اسم اتک فیلم که تقریبا همه چیز دست اونا بود، فقط بهرام عظیم‌پور به عنوان نماینده تیم ایرانی همراه با اونها در برنامه ریزی شرکت میگرد، ولی تولید و اساسا برنامه ریزی و تدارکات و همه این چیزا با اون سمت بود. ما 8-9 نفر از ایران بودیم. نه من با حاتمی کیا بعدش وقتی که به ایران برگشتیم، یک سال بعد یا یک سال و نیم بعد فیلم بوی پیرن یوسف رو کار کردم، ولی پشت دوربین، هم به عنوان دستیار هم به عنوان کمک به برنامه ریزی همراه با خدا بیامرز ابراهیم اصغرزاده که برنامه ریزی اون فیلم بود، و هم به عنوان بازیگردان و معتمداری خانم معتمداری هم به عنوان بازیگردان در کنار من وزیر سایه‌شون بودم و منو کمک میکردن. بعد هم برای فیلم موج مرده من قرار بود که همکار کاستینگ رو انجام بدم و همکار بازیگردانی رو انجام بدم. توی مرحله کاستینگ رسول ملاقلی پور خدا بیامرز به من فیلم نسل سوخته رو پیشنهاد کرد و من از حاتمی کیا اجازه گرفتم و رفتم سر فیلم نسل سوخته به عنوان بازیگر، و در نتیجه ادامه کار رو برای موج مرده بهرام عظیم‌پور انجام داد. و سر آژانس شیشه‌ای هم به همچنین من قرار بود که هم بازیگری رو انجام بدم هم بازیگردان باشم. انتخاب بازیگر رو انجام دادم، اما همزمان چقدر خدا بیامرزی داریم، همزمان خدا بیامرز شهریار پارسیپور که من یک سریال نیمه تمام باهاش داشتم برنامه سریالش رو انداخت جلو، در نتیجه من بخش بازیگردانی آژانس شیشه‌ای رو نمیتونستم انجام بدم. و حاتمی کیا خیلی ناراحت بود و گفت کیو می‌خوای بذاری جای خودت؟ من یه 3-4 نفر رو که حالا اجازه بدین اسم نیارم پیشنهاد کردم و حاتمی کیا گفت این نه این برای چی فلان اینا، و بعد من ناگهان گفتم رضا کیانیان. حاتمی کیا گفت رضا کیانیان من بازیگردانی کرده؟ گفتم نه تا حالا بازیگردانی نکرده. گفت برای چی پس اسمشو میاری؟ گفتم به نظرم شرایط بازیگردانی داره. حتی به شوخی گفتم رضا کیانیان هم آدم دقیقی هم فضول، بنابراین میتونه بازیگردان خوبی باشه. اینا به شوخی بهش گفتم و حاتمی کیا گفت با خودت باش صحبت کن. من آشنایی نزدیک اصلا با کیانیان ندارم. اولین چیزی که من به کیانیان گفتم با مخالفت بسیار شدید کیانیان رو بروشو گفت من اصلا از این کارا نمیکنم، تو دیوونه این کارا رو میکنی. به هر حال کار ندارم دیگه. من انقدر گفتم به کیانیان که 2 روز بعد بالاخره جواب مثبت به من داد. جواب مثبت به من داد و ما دست این دو تا رو گذاشتیم تو دست هم دیگه که خوشبختانه حاصلش شد 2-3 تا فیلم. روز شیطان اولین فیلم بود که من برای بهروز افخمی بازی کردم. یکی از مهمترین فیلم‌های من، بازی بسیار پیچیده‌ای توی اون فیلم داشتم و خودم خیلی اون نقش رو دوست داشتم. بهروز افخمی وقتی من پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، گفت که هم میتونی سلطان باقری رو بازی کنی، نقشی که علی دهگردی بازی کرد، هم میتونی میشل گنجبخش رو بازی کنی. هر کدومی که تو انتخاب کردی اون یکی نقش رو میدم به علی دهگردی. میخوام شما دو تا دروی سکه باشه. من میشل گنجبخش رو انتخاب کردم و بهروز بلافاصله از من پرسید، گفت که چرا میشل گنجبخش؟ گفتم یه سامورایی مدرن و تنهاست و خیلی دوست دارم این نقش رو. بعد بهروز خیلی از این تحلیل خوشش اومد، گفت چقدر عالی، این کدو ما بین خودمون نگه میداریم، به این میگیم سامورایی. و ما شروع کردیم خصت کردن در جملات، در کلمات، همه چیز که تمام میشل گنجبخش رو برسونیم به حداقل ممکن که تماشاگر تشنه دیدنش بشه. همین کارو کردیم، در بسیاری از سکانس ها حذف کردیم، مثلا بدون اینکه فیلم برداری کنیم حذف کردیم میشل گنجبخش رو. ما چیزی در حدود 10-12 روز فقط برای صحنه مرگ میشل گنجبخش با بهروز گپ میزدیم، راه میرفتیم صحبت میکردیم. اون لبخندی که به لب من در واقع یخ میزد و میماسید در صحنه مرگم، اگر خاطرتون باشه، که تنها پلانی بود که من و علی دهگردی با همدیگه مشترکاً بازی داشتیم، حاصل اون گپ زدن بود. خیلی پلان سختی بود، خیلی سخت. تقریبا نصف روز تدارکاتش طول کشید و نصف روز هم فیلم برداریش طول کشید. ما در اون روز فقط 2 تا پلان گرفتیم برای فیلم برداری. وقتی که اون فیلم رو من در سال 72 و 73 بازی کردم،
اواخر 72 ما اونو شروع کردیم تا جسته گریخته 73 هم طول کشید، چون بخشایی در ترکیه و در پاریس و اینها فیلم برداری شد. بخش ترکیهش من نبودم ولی بخش پاریسش من بودم، حتی به عنوان مدیر تولید و طراح لباسم اونجا توی بخش پاریسش با افغانی همکاری داشتم. فیلم عقرب پیش اومد، اولین همکاری من با دفتر حسین فرحبخش، اولین قراردادی که بین حسین فرحبخش و من بسته نشد، با همدیگه دعوامون شد. بهروز افخمی میانجیگری کرد، من برگشتم، قرارداد رو بستم و بعد یک سری اتفاقاتی که با حسین فرحبخش ما علی‌رغم تفاوت دیدگاه حدودی که نسبت به سینما با همدیگه داریم دوستان خیلی خوبی شدیم. عقرب یک فیلم عادی اکشن بود، خیلی فیلم به نظر من نه در کارنامه من، نه در کارنامه بهروز، نه در کارنامه هیچ کس خیلی فیلم مهمی نبود اساسا. گوش بده، ما نظامی هستیم، کارمون اینه که عبور هروئین از ایران رو بیمه کنیم. این کار راه جنگی هم داره، اما اگه ما بتونیم با هم کنار بیاییم از اون طرف تمام میشه. ما انتظار نداریم که حکومت با همون قرار داد امضا کنه، قول آدمی مثل تو برامون مثل قرار داده. بخش نیمه اول فیلم که به وسیله خود بهروز ساخته شد خیلی خوش ساخت ساخته شد. از نیمه فیلم وقتی که بهروز تعجیل فرحبخش رو دید و خب همونطور که همه میدونن همون گونه که افتد و دانی، چون بهروز به هیچ وجه اهل تعجیل نیست که هیچ، خیلی خیلی هم با آرامش دوست داره فیلم بسازه، به فرحبخش اعلام کرد که نمیتونه کارگردان این فیلم باشه و در نتیجه تصمیم بر این گرفته شد که اسم کارگردان تحت عنوان کار گروهی باشه و خود فرحبخش ادامه بده، اما توی بخش‌های بهروز در دکوپاژ اعمال نظر بکنه. برخلاف شایعه‌ای که بهروز فیلم رو ترک کرد، بهروز تا روز پایان فیلم برداری همراه فیلم بود، اما سر صحنه به عنوان کارگردان رسما نمی اومد، غیر از قولی که به من داده بود سر صحنه‌های من. فیلم فرزند صبح بود که در طول 8 سال من 3 سکانس بازی کردم توی این فیلم. 8 سال طول کشید به خاطر هم شرایط تعطیل شدن‌های فیلم، هم یک تعطیلی که در واقع پسرکی به اسم آرمان که قرار بود کودکی امام رو بازی کنه، روح الله خمینی رو بازی کنه، در 2-3 مقطع دیده میشد. در نتیجه بهروز صبر میکرد که واقعا پسر رشد کنه، مثلا 2 سال فیلم برداری متوقف میکرد و بعد از 2 سال دوباره مقطع دیگری رو فیلم برداری میکرد. هدیه تهرانی و من نقش زن و شوهر رو بازی میکردیم که از رعیت‌های پدر امام بودیم، کسی که در واقع وقتی که مادر و عمه امام برای خونخواهی به تهران میرفتن، خونخواهی پدر به تهران میرفتن، روح الله کوچولو رو در واقع ما ترخوشکش میکنیم و بزرگش میکنیم و اینا. شرایط بسیار بسیار عجیب غریب فیلم، اختلاف نظرهای بسیار زیاد بین کارگردان و تهیه کننده. من دقیقا نمیدونم که چه سازمانی بود، اما به نمایندگی اونها آقای شرف‌الدین تهیه کننده بود. در واقع نماینده تهیه کننده آقای شرف‌الدین بود، ولی نمیدونم اوج بود یا کجا بود، اینو متوجه نشدم. فیلم اصلا بدون نظر کارگردان تدوین و به نمایش درآمد توی جشنواره، که به دلیل اینکه گیتی رو که بهروز بهش فکر کرده بود که چه گیتی بذاره رو در جریانش نبودن، در بسیاری از پلان‌های فیلم سر ریل دیده می‌شد. موقع نمایش فیلم، فیلم تقریبا با خوب و جنجال تماشاگرها و منتقدین روبرو شد متاسفانه. فیلمی که فکر میکنم میباید خیلی خیلی خوش ساخت جلوه بکنه و خیلی به خصوص از یک مقطعی که چیز شعاری توش وجود نداشت، واقعا پروپاگاندایی خیلی بالایی نبود، ولی خب یک مقطع به خصوصی بود، متاسفانه حیف شد. حیف. من با رسول ملاقلی پور، هیوا و نسل سوخته رو کار کردم و در کستینگ خانه پدری نقش داشتم. قبل از این من چندین بار با رسول ملاقلی پور قرار بود کار بکنم، سفر به چذابه، نجات یافتگان و زاپاتا. قرار بود که در هر ستای اینها من کار کنم و هر کدوم به دلیلی نشد. حتی یک دفعه برای یک سریالی که از روش فیلم ساخته شد، از روش فیلم هم تدوین شد، که من نتونستم سفر به چذابه و نجات یافتگان بازی کنم، رسول ملاقلی پور با روحیه‌ای که داشت و همه دوستان میشناختنش که چقدر
روحیه پرخاشگره ولی ضمناً با نمکی داشت، گفت من با تو میام تو سینما ببینم این چی بوده که تو به خاطر این دوتا فیلم من بازی نکردی. گفتم رسول بابا من دوست دارم با تو کار کنم، شرایط زمانیش نمیشد. پاشد اومد و وسط سینما خدا رحمتش کنه بلند شد دیرو دازد گفت آی مردم، آتیلای پسیانی برای این مزخرف سفر به چذاب و نجات یافتگان بازی نکرد. از اون کارهای خاص رسول ملا خودی بود که من واقعا تو صندلیم آب شدم، رفتم پایین، سالونم پرکی در خنده دی آب شدم رفتم پایین. دیگه ما روحش شد، یک کارگردان مادرزاد، کسی که مادرزاد کارگردان متولد شده بدون اینکه اصلا تحصیلات آکادمیکی تو این رشته داشته باشه، غریزی کارگردانی رو بو میکشید، بهترین دکوپاژ رو داشت، عالی، همه چیش اصلا پر از غریزه، پر از احساسات بود. بعضی وقتا البته این احساساتش چیز میکرد، آدمو اذیت میکرد. زاپاتا رو هم وقتی که رسول میخواست کار کنه که بالاخره اون نقش رو به جای من احمد نجفی بازی کرد، من درگیر رفتن به سفر خاکستر سبز بودم و نتونستم بازی بکنم زاپاتا رو براش. اونم اونجا هم یه متلکی که اجازه بدیم نگم، نثار حاتمی‌کیا کرد و بعد این که من داشتم میرفتم سر کار حاتمی‌کیا و سر فیلم زاپاتا، هیوا رو دیگه رسول یقم رو چسبید و هیچ جوری نمیذارم در بری، هم اینجا باید بازی بکنی، هم بازیگردانی، هم تو دستیاری باید به من کمک کنی، همه چیز. ما گفتیم چشم. تهیه کننده‌ش هم حسین حقیقی بود و واقعا ما در شرایط جنگی کار کردیم، واقعا شرایط جنگی بود. جانم من حالم خیلی بده، من با خودت ببر. از تو بطال تراش که توی صفن اومده بودی عکس یادگاری بگیری و گیر کردی ها؟ تو یک تونل کار کردیم، به خصوص که مسئول جلوه های ویژمونم یک کمی چاشه ماشینی و مواد انفجاریشو بالا گرفت برادران رستگار و آتیش سوزی در لوکیشن شد، نزدیک بود هممون بسوزیم، 60 نفر داشتیم اونجا جوجه کباب میشدیم و بدبختی فرار کردیم. و بدبختی لوکیشنمون کلن سوخت، یک تونلی بود که در پادگان شهید نوری تو جاده قم ما برپا کرده بودیم برای اون فیلم، یک دهنه رو تانک بسته بود، تانکی که قرار بود متوقف باشه بسته بود، اصلا اون دهنه نمیتونستیم بریم، فقط یه دهنه دیگه سوراخ کوچولو باز بود، همه اون از یه پله های متزلزل رفتیم بالا، از اون سوراخ فرار کردیم چون کل لوکیشن آتیش گرفت. در اون تاریخ دو تا آرک و یک عالمه چراغ و کلی وسیله، همه چی سوخت، آب شد اصلا. رسول فقط با تتمه از باقی مونده تونل برای اینکه فشار زیاد مالی به حسین حقیقی نیاد، با وجود اینکه حسین خیلی خیلی عالی برخورد کرد و گفت فدای سرت دوباره میسازیم و اینا، اون قبول نکرد و با تتمه تونل فیلم برداری رو تموم کرد. فیلم خیلی ظریفی بود علی رغم ظاهر خشنی که داشت، خیلی فیلم ظریفی بود. من هنوز که هنوز هر وقت یاد اون سکانس فیلم میفتم که اونا اون تپه رو میشکافن و وقتی خاکا رو میزنن کنار، گلچهره سجادی و جمشید هاشمپور میزنن کنار، از سوی سوراخی جنگ توی تونل ادامه داره، اون حالت ذهنی واقعا مو به تنم راست میشه. خیلی خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. فیلم خیلی ظریفی بود. و بعدم که فیلم اپیزودی که نسل سوخته رو با رسول کار کردم که یکم به نظرم اپیزود 3 کمی اپیزود مخشوشی بود، اپیزود 2 که خودم و نیکی کرمی بازی میکردیم رو خیلی دوست داشتن، نقش راننده تاکسی رو بازی میکردم. خیلی ها به رسول ملاقلی پور گفته بودن نقش راننده تاکسی رو به آتیلا نده، آتیلا یک بازیگر انتلکتوئله، نمیتونه یک راننده تاکسی لتو پار رو با ماشینی که تقریبا لگنه به جای اینکه ماشین باشه رو بازی بکنه. اما رسول ازش ممنونم، روحش شاد که این اعتماد رو به من کرد و این نقش رو در اختیار من گذاشت و من این نقش رو انجام دادم. بعدنم که مزرعه پدری رو در کستینگش من شرکت کردم که یک کمی دلگیری بین من و رسول پیش اومد، به خاطر اینکه بازیگرایی رو که من برای در زمان کستینگ انتخاب کرده بودم رسول همه رو نگه داشت، اما
نقشاشون رو جابجا کرد و من بهش اعتراض کردم، گفتم من این رو برای این نقش آوردم نه برای این نقش. و هیچ فرقی نمی‌کنه، این آدما رو تو آوردی دیگه، برای چی این حرفا رو می‌زنی؟ و سر این قضیه یک کوچولو از من دلخور شد که امیدوارم الان منو ببخشه. من حرفم حرف غلطی نبود ولی امیدوارم منو ببخشه. دوزن اولین فیلمی بود که من با تحمیل میلانی بازی کردم. یه ذره کوچولو در ابتدا سر خانش و دریافتمون از فیلمنامه با هم یه اتفاق نظر نداشتیم، با وجود اینکه فیلمنامه رو میلانی نوشته بود، به خصوص درباره نقش احمد که من پیشنهاد کرده بود، من موافق نبودم که این نقش صرفا بد باشه. پیشنهادم این بود که این نقش عاشق باشه ولی بلد نباشه عشقش رو بروز بده، در حالی خب بده، وحشتناک، زندگی رو سیاه میکنه. اصلا میتونم تغییر رشته بدم، بالاخره بچه هارم یک کاری میکنیم، مامانم کمک میکنه، بیا سعی خودمونو بکنیم دیگه. ها خب حالا فرض کن که درست هم خوندی، بعدش چی؟ خب بچه ها که بزرگ شدن کارم میتونم بکنم. کار کنی؟ بس میخوای کار کنی؟ بس زندگیمون چی میشه؟ خب زندگی یعنی همین دیگه، بعد فکری هم نیست، اما من میدونم تو مغزت چی میگذره فرشته. تامین میرانی یه کوچولو اولش نگران این بود که مبادا من به خاطر جنسیتم یک جوری دارم با فیلمنامه مقابله میکنم به خاطر مرد بودنم، ولی بعد بینمون اعتمادی به وجود اومد که متوجه شد که من واقعا اصلا منظورم اصلا همچین چیزی نیست و فقط و فقط در جهت ساخته شدن فیلم. فیلم خیلی گرمی از آب در اومد، خیلی از حاصل همکاریم با میلانی خیلی راضی بودم. به نظر من یکی از درخشان ترین تدوین هایی رو که به عمرم دیدم مصطفی خرقه‌پوش در این فیلم انجام داد که خیلی تدوین خوبی بود، خیلی دوست داشتم من. وقتی که تحمیل میلان نیمه پنهان رو به من پیشنهاد کرد که اصلا من خیلی سریع اصلا تو لحظه ایم تردید نکردم و رفتم و باهاش وارد گفتگو و قرارداد و اینا شدم. مشورت هایی برای نقشی که بعدن محمد نیکوین بازی کرد با من کرد و بعد نقش رو محمد نیکوین بازی کرد و از من پرسید گفت چطوره، گفتم به نظرم خوبه بازی کنه و فیلمم در شرایط خیلی خیلی خوبی فیلم برداری شد. نیمه پنهان که بهترین فیلم به نظرم بهترین فیلمنامه‌ای بود که من با خانم میلانی کار کردم، ماجرای یک دختری بود، نیکی کریم بازیش میکرد، ماجرای یک دختری بود که در زمان جوانیش توی یک سازمان سیاسی فعالیت سیاسی میکرد، یک سازمان چپ، عشقی داشت که مرد پا به سن گذاشته‌ای بود ولی خیلی خیلی مسلط بر اون. حالا دیگه سالها از اون قضیه گذشته، اون دختر دیگه فعالیت سیاسی نداشته، با مردی ازدواج کرده که قاضی نظام جمهوری اسلامیه، در نتیجه گذشتش رو داره از شوهرش پنهان میکنه. مردکی پیداش میشه که میخواد اخاذی بکنه از این زن و میگه که من ماجرا رو به شوهرت میگم و بالاخره زن تمام شجاعتش رو جمع میکنه و خودش ماجرا رو با یادداشتایی به شوهرش میده. شوهرم خیلی خوب میفهمه، درک میکنه، هیچ عکس و نقد بدی نشونه. آتش بس یک و آتش بس دو. آتش بس یک تنها اشکالی که ما خوردیم این بود که از اون اتفاقات عجیب غریب، من قرار بود که بلافاصله بعد از آتش بس برم سر فیلم چه کسی امیر را کشت، کار مهدی کرمپور. این اتفاق افتاد که فیلم برداری تحمیل میلانی کمی عقب دورتر رفت، یعنی یه ذره به تأخیر افتاد و اپیزود نیکی کریمی که قرار بود چه کسی امیر را کشت، اونجا ما هفت بازیگر بودیم که هفتایی فقط با دوربین بودیم جدا از هم دیگه، هیچ کدوم با هم بازی نداشته. اپیزود نیکی کریمی که قرار بود که اپیزود اولی باشه که فیلم برداری میشه، نیکی به من زنگ زد و خود مهدی کرمپور به من زنگ زدن و گفتن که نیکی به دلیل اینکه داور جشنواره نمیدونم چی در اروپا شده، یا اسپانیا یا فرانسه نمیدونم کجا داور جشنواره شده، ما مجبوریم اپیزود نیکی رو بندازیم عقب و اپیزود تو رو بیاریم جلو. از اون اتفاقات عجیب غریب که سه روز فیلمبرداری آتش بس یک رو من صبح انجام میدم و شبش میرفتم سر فیلمبرداری چه کسی همین رو کش. یعنی من 72 ساعت سر این دو فیلم نخوابیدم و هرگز حاضر نیستم دیگه همچین تجربه رو تکرار کنم، هیچ وقت. یعنی مرگ برای بازیگر بهتر از این که همچین تجربه رو تکرار بکنه. کاملا گیج بودم، گیج، اصلا کلم کار نمیکرد. جمله رو اینجا میخوندم، زرین دست کلید میزد، اینطوری میموندم، دوباره مجبور بودم جمله رو بخونم. خیلی تجربه وحشتناک، خدا رو شکر میکنم که هر دو فیلم خیلی خیلی فیلمهای آبرومندی در اومد و حس من به تماشاگر منتقل نشد. خدا رو شکر همه گفتن که خوبه هر دو تا بازی، ولی
خودم خیلی لحظه سختی رو گذروندم. آتش بس یک، من یک روانشناسی بودم که زوجی پلو من میومدن، البته موضوع زوجا بودن نه موضوع روانشناسی، زوجی که محمد رضا گلزار و مهناز افشار بازی میکردن پیش من میومدن و اختلافات خیلی خیلی بچگانه و کودکانه در زندگی داشتم، راهنماییشون میکردم از این حرفا. و با آتش بس دو من سر جام باقی موندم، یعنی همون روانشناس بودم و زوج تغییر کرد که بهرام رادان و میترا حجار این بار بازی میکردن و ظاهرا خانم میلانی من گفته که تا آتش بس 5 رو میخواد بسازه و من همیشه روانشناس رو. این فیلم اصلا هیچ کس باهاش رفتار میانه نداشت، یا ازش نفرت داشتن یا عاشقش بودن. فیلمی بود که 7 بازیگر داشت، من بازی میکردم نیکی کریمی، خسرو شکیبایی، امین حیایی، مهناز افشار، محمد رضا شریفی نیا، الناز شاکر دوست و علی مصفا امیری رو بازی میکرد که هر کدوم از ما در خاطرمون میگفتیم که من امیر رو کشتم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل من در امیر رو کشتم. فیلم یه ذره در قالب طنز و کمیک بود، مثلا من یک چپ سابقی رو بازی میکردم که هنوز اصطلاحات چپا رو خیلی خیلی بی سواد به کار میبره و بعد حالا به پول و پله رسیده تو هتل ساکنه و هی میخوره و همه چی رو قاطی میکنه و اینا. یه ذره از هر شخصیتی یه ذره رفتار کاریکاتوری نشون میدادن و همه آرزوش این بود که قاتل امیر باشن. در پایان میدیدیم که امیر که علی مصفا نقشش رو بازی میکنه زنده است، تو وسط کبیر داره برای خودش حال اول میکنه. امیر 100 دفعه بهم گفت که تو اسم اینا قاف نداره، ولی چه فرقی میکرد؟ مهم نبود، مهم این بود که پول دارا پولای ما رو برداشته بودن، ما اون پولا منو میخواستیم. من رضا بچه محل قدیمی امیر